برت مکرک نماینده رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش در رأس هیئتی سیاسی به عراق رفته و میکوشد مانع افزایش اختلاف میان گروه‌های مختلف آن کشور شود. از سوی دیگر یک روز پس از آنکه پارلمان عراق با صدور قطعنامه‌ای همه پرسی استقلال کردستان عراق را رد کرده، امروز اتحادیه عرب هم در بیانیه این همه پرسی را غیرقانونی دانست. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد. کمتر از دو روز پس از دیدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران با رهبران اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر در سلیمانیه، امروز هیئتی آمریکایی به سلیمانیه رفت و با مقامات کرد در این شهر دیدار و گفتگو کرد. هیئت آمریکایی متشکل از برت مکگورک نماینده رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، داگلاس سلیمان سفیر آمریکا در بغداد و کن گروس کنسول آمریکا در اربیل بود. به گفته رسانه‌های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان، هیئت آمریکایی صبح امروز با هرو ابراهیم احمد همسر جلال طالبانی و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و تعداد دیگر از رهبران اتحادیه دیدار و گفتگو کرد. پس از اون دیداری جداگانه این هیئت با رهبران جنبش تغییر داشتند. جنبش تغییر که مخالف همه پرسی استقلال کردستان در روز سوم مهر ماه است. معمولاً برت مکگورک به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش با رهبران منطقه دیدار و گفتگوی ماهیانه داره. دیشب هم با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد دیدار و گفتگو داشته. اما دیدار این بار مصادف هست و نزدیک هست به همه پرسی استقلال کردستان که قرار هست در سوم مهر ماه پیش رو برگزار بشه. به گفته رسانه‌های نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان، هیئت آمریکایی از رهبران کرد خواستند که این رفراندوم رو به تعویق بیاندازند. قرار هست که هیئت آمریکایی تا ساعتی دیگر به اینجا اربیل بیاد، اینجا هم با رهبران اقلیم کردستان دیدار و گفتگو بکنه و در همین رابطه از رهبران اقلیم بخوان که رفراندوم رو به تعویق بیاندازند. البته ماه گذشته در جریان گفتگوی تلفنی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با مسعود بارزانی همین درخواست مطرح شده بود که پس از اون دفتر ریاست اقلیم کردستان بیانیه رو منتشر کرد و گفت که رفراندوم سوم مهر ماه رو برگزار میکنن. مسئله دیگه که امروز حائز اهمیت هست، اتحادیه عرب بیانیه‌ای صادر کرده که در این بیانیه رفراندوم استقلال کردستان رو رد کرده و گفته این اقدامی غیر قانونی است، برخلاف مصالح عراق و اتحادیه عرب هست. در این رابطه احمد جما سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته که این بیانیه بنا به درخواست ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق صورت گرفته. و این رو هم اضافه کنم که قرار هست فردا جلسه پارلمان کردستان عراق شروع بشه. پارلمان کردستان عراق از سال گذشته پس از افزایش تنش میان جنبش تغییر با حزب دموکرات کردستان که حزب اکثریت در این منطقه هست، در واقع مختل و عملا از کار افتاده بود. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.